وقتی که برمیگرده به این صورت اضافه میشه طبیعتاً. اگر صاف بریم وقتی برمیگرده این کم میشه. همینجا خط رو در حالت تا که ادامه بدیم برشمون یه برش صحیح خواهد بود. خب اضافه رو کنار قرار میدم. توجه کنید الان خود این آستین رو به این صورت کنار هم قرار میدیم از این پهلوها. اجازه منو رو از دم دست بردارم که از پهلوها به یک اندازه، مثلا اینجا یه چیزی حدود 11 سانت، اینجا هم یه چیزی حدود همون 11 سانت. با هر منحنی که مایل باشید میتونید این خط رو بکشید. میایم تا اینجا، باز این وسط میتونیم چرت عمود برخط، این الان درست نبود، چرت عمود برخط زده میشه، این قسمت از هم دیگه جدا میشه. البته گاهی من یادم حدود 15 سال پیش که مانتو برش میزدم این کاری که میخواستم بکنم، وقتی که اینو روی بیراه پارچه به این ترتیب قرار میدادم، حالا این لبه میز میام که بهتر دیده بشه، اینجا که میامدم عرض پارچه نمیداد که اصلا این مچی که داشت به خودش بخواد برسه، یعنی به عرض پارچه اینجا قطع میشد. این بود که اینجا رو تیکه میدادم، مثلا همینجوری بعد دوتا تیکه رو به هم میچسبیدم. اینم یه چیز شبیه هم هست، اینو الان به هم میچسبونیم، این یه تیکه میشه این قسمت. پس وقتی که این رو به این ترتیب روی دولای پارچه قرار میدیم، وسط پشتی که به اون ترتیب اومدیم پایین بدون درز میشه و خط رگدانی که داریم به این صورت در حالت اوریب قرار میگیره که خیلی زیبا خواهد شد. چرت ها رو فراموش نکنید. این چرت هایی که زدیم برای اینکه این دوتا منحنی ها به هم وصل بشه به این صورت هست. حالا اینجا وسطش رو میتونیم چرت بزنیم، اونم که قسمت بالای خودش درز داره. یه چرت اضافه هم اینجا میزنیم که مشخص کنیم قسمت جلوی کار هست. بله چرت اینجا رو هم میزنم. خب اومدیم قسمت پشت رو اینجا یه حالتی یه برش شبیه همین برشی که روی آستین دادیم بهش دادیم. قسمت بعد پشت همینجا هستش، درست. پس چرتش رو مشخص میکنیم، میتونیم دو تا چرت هم بزنیم که عین دوخت کاملا راحت بتونیم. یعنی الگو تقریبا میشه گفت که آماده است. منتها برای یقه اون چیکار کردم؟ برای یقه اون فقط یک مستطیل درآوردم. یک مستطیل که قسمت لبه جلوی اون، یعنی اگر که الان من اینجا بخوام شکلش رو بکشم، این مستطیل رو به این صورت که برش زدم حالا به اندازه طوق یقه، البته اندازه میزنیم، کنترل میکنیم، همه کار ما روی اندازه هست. خب مثلا فرض میکنیم که این الان اندازه است. اندازه هم که خب قبلا خدمتتون توضیح داده بودم که این الان قسمت پشت اندازه زده میشه، منتها قبلا 9 بوده، من اینجا نوشتم چون یه سانت بیخی گردن بزرگم حتما الان بیشتر شده.
و جلو رو اینطوری کنار هم قرار بدیم و جلو که تا این لب میاد اندازه این مستطیلی باید باشه که الان میخوام خدمت شما قیچی بزنم. این یقه به این صورت هست، حالا میتونه به حالت یقه بیبه که توی یقه های جدا خدمت رو آموزش دادم به صورت پایین بیاد، یا اینکه فرض میکنیم که به صورت یقه انگلیسی قرار بگیره، فرقی نمیکنه. حالا اینجا این مطلب رو خدمت عزیزان عرض کردم، لازم هست که راجع به یقه های بیبه که تو اون جلسه نرسیدیم یه توضیح کاملی بدم، بعد کاپشن رو خدمتتون نشون خواهم داد. فرض کنیم الان این یقه، این کاغذ دولا هست. ببینید از اینجا قسمت یه یقه ممکنه که مثلا یه مقدار صاف بیاد بعد اینجا منحنی بشه. اینو به همون پهنا که عرض کردم پشت یقه ها نباید از 6 سانت کمتر باشه. حالا به پهنای بیشتر از 6 سانت یا 8 سانت میگیریم میایم مثلا اینجا به اندازه یقه‌ای که میخواد دوخته بشه این به این شکل در میاد. مثلا یه مدل ممکنه این باشه، خیلی هم یقه قشنگی باشه. لبه بیرونی مدل هست، اینجا میتونه کمتر باشه، میتونه گرد باشه. یقه‌ای هست که روی مانتو میبینیم که روش هم کار میکنن، یقه‌ای خیلی قشنگی هست. یا ممکنه اصلا از همون پشت صاف هم نیاد، یه مرتبه همینجوری گرد بشه بعد اینجا صاف بشه. اینا هر کدوم از اینها شکل‌های مختلفی میگیرن که باید اینها رو دید. اما به هر حال برای کسی که طراحی میکنه و یقه طرح میده یه شکل خاصی میکشه، اون یه کار خیلی قشنگی در میاد، خواهم اینجوری خط کشیده، ولی نفر بعدی که میخواد بیاد همون یقه رو در بیاره همون مدل میاره میندازه یقه رو روی یه کاغذ و دورش خط میکشه، اون موقع الگوی اون رو داره. الان این همون الگوی کاپشنی هست که قصد دارم خدمتتون نشون بدم. توجه کنید این قسمت مچش هست که جدا شده، این قسمت های آستی هست در این فکر ها مربوط بشه به قسمت پشت که رگلان شده. ملاحظه کنید این البته اگه برگردونم فکر کنم خطکشیم هم یه مقدار روش باش. به این صورت این قسمت جلو هست، البته این رو من با چرم مصنوعی دوختم که دوختش هم خیلی مشکل تر از پارچه یا مثلا پارچه های دیگه هست، چون چرخ مخصوص میخواد. به هر حال اینجا الان به این صورت که خدمت هست که هم جلو رو و این هم قسمت پشت یقه اونم چون یه مستطیل بوده اصلا الگویی براش قرار ندم. این برشی هست که اینجا دادم، حالا این برش هم یه برشی بود که اضافه شد، الان روی مدل خدمتتون توضیح میدم برای قسمت پشت که همین باشه. اینجا اومدم یک خط اونجا برای اینکه الگو از هم پاشیده نشه اون رو به هم چسبوندم، اینجوری پشتش رو یه تیکه دیگه دادم که این وسط دولا شد. حتی روی این قسمت بدن اومدم یه مارک هم گرفتم دوختم، روی قسمت‌های اینجا هم همینطور آگام براش دادم که الان کاپشن رو خدمتتون نشون. این کاپشنی هست که خدمتتون عرض کردم. زیپ رو توی جیب دو فیلتو دادم. ببینین فیلتو رو با فاصله‌ای دوختم که این وسط این زیپ که به این پهنه هست به این صورت مشخص باشه. اما قسمت جلو رو برای زیپ فکر میکنم خالی نکردم، زیاد هم چیز خاصی نبود. خدمت عزیزان عرض کنم که هر کجایی که ما این مدل رو داشته باشیم، الان مثلا الگوی قدیمی رو بر میدارم برای قسمت جلو، یعنی اینجا یه سجاف میخواییم. سجاف همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم درست به شکل خود الگو هست، یعنی الان
این قسمت بالا رو که من به اینجا بچسبونم، سجاف میتونه اینجا دیگه برش نخوره، میتونه تا اون بالا بره. خط میکشیم اینجا 4 سانت بعد از بیخ گردن و میاریم همینطوری تا پایین. این خط رو که قیچی کنیم، این طرف سجافه، این طرف آستره. خب پس آستر رو هم عین خودش میتونیم روی اون برش بزنیم. خب البته برای سجاف این تیکه رو که به این قسمت چسبوندیم، خب برش زدیم سجافمون رو موقع آستر بریدن، این قسمت باید از اینجا جدا بشه. در مورد پشت هم اگر کاملا آستر بود که هیچ، اگر یه حالتی از خود پارچه، حالا من اینجا کاری به این مدل ندارم، خواستیم استفاده کنیم، اینجا به این صورت که برای سجاف گرد شد در اومد، این یه تیکر از خودش میبریم، بعد قسمت بعد آستر میشه. تو اینجا هم لازم هست چند تا چرت بخوره که موقع دوخت این درز هیچ مشکلی نداشته باشه، بتونیم راحت اون رو بدوزیم. دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. من یک مدل رو خدمت شما توضیح دادم، شما ممکنه همین الگو رو، یعنی ما تمام الگوهایی که تا به حال یاد گرفتیم پایه تمام مدل ها هست، فرقی نمی کنه. شما هر مدلی که بخواید میتونید رو الگوهای مادر قرار بدید. مثلا یه جایی داشتیم ما توی الگو سازی قسمت اول که ساسون منتقل میشد به قسمت های مختلف، الان خب تو مثلا تو پیرانه مردانه ملاحظه کردید که تیکه به این صورت در اومد. ما توی الگوی لباس زنانه هم گاهی این تیکه رو داریم، اما ساسون وقتی بسته میشه اینجا چند تا بازمان میخوره، اینجا به صورت چین در میاد. در مورد چین مثلا وقتی خواستیم بدیم یه مقدار خط که بکشیم، چون خط میره بیرون، اینجا رو یه مقدار با خطکش آسین خط میکشیم، یه مقدار از لبای الگومون میره که وقتی حالت کشیدگی ایجاد میشه چین خیلی بهتر میسته. مثلا در مورد پیراهن مردانه وقتی پشتش تیکه میخوره، ما مثلا گاهی شاید لازم نباشه، نخواهیم اونجا پینی بدیم که لباس گشاد بشه، پس میایم فقط از همون پهلوها، چون تیکه داره دیگه، توی حلقه مثلا 1.5 سانتی 2 سانت اضافه میکنیم، همون اضافه رو به صورت تا میزنیم. یا مثلا در مورد شلوار که شلوار رو آموزش دادیم، وقتی بازمان میدیم قسمت بالا باز میشه، قسمت بالا باز میشه، اون باز شدن رو باید بگیریم، یعنی از دو طرف باید اون قسمت رو صاف بکنیم. به هر حال امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو برده باشین. با برنامه بعد که آموزش کار بچگانه هست، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.